سلام، امروز با یک موضوع کاملا متفاوت مهمان نگاه گرم شما عزیزان هستیم. در این ویدیو میخوایم فیلم جذاب و عاشقانه را به نام مای تیوتر و یا معلم خصوصی را به شما معرفی کنم که بدون شک شما از دیدن آن لذت خواهید برد. بابی پسر جوان و خوشتیپ تک فرزند مرد ثروتمند آمریکایی است که دوست دارد پسرش در رشته حقوق کامیاب شود، اما بابی علاقه به حقوق ندارد و دوست دارد فضانورد شود. به همین دلیل او از زبان فرانسوی نفرت دارد و در امتحان زبان رد می شود. پدرش با سرسختی یک معلم زبان فرانسوی برای او استخدام میکند و بابی مجبور است در طول تابستان نمره قبولی زبان فرانسوی را بگیرد. اما در جریان این آموزش اتفاقات جالب رخ میدهد که در ادامه با هم میبینیم. در آغاز بابی را میبینیم که با ناامیدی روی میز کلاس نشسته و نگاهش به دختران است که در حال رقص هند. بعد میبینیم که بابی دارد با دوستش جک حرف میزند که صحبت از پایین لیسا و یا دبیرستان هست و آنها به زودی به دانشگاه خواهد رفت. در همین حال بیلی برادر جک در آنجا ظاهر می شود. در حقیقت بابی و جک هر دو باکرند و بیلی تصمیم دارد تا آنها را به یک روسپی خانه ببرد. در همین حال دختر زیبایی به نام بانی که در واقع همکلاسی بابی هست به او نزدیک می شود و آنها هر دو برای همدیگر در مسیر جدیدشان آرزوی موفقیت می کنند. روز بعد هنگامی که پدر بابی متوجه می شود، بابی از مضمون فرانسوی رد شده می گوید که یک معلم خصوصی برای تدریس او استخدام کرده است. پدر بابی آرزو دارد که پسرش قانوندان شود و به همین منظور می خواهد که او در فرانسه در یک از بهترین دانشگاه های حقوق را پیدا کند. به همین خاطر او باید فرانسوی یاد بگیرد. بابی در حال شناس که برای اولین بار با معلم خود که اسمش تری هست روبرو می شود. خانم معلم خودش را به بابی معرفی می کند و می گوید که از فردا آموزش را آغاز می کنند. می بینیم که تری با پدر بابی حرف می زند و پدر بابی قول می دهد که اگر تری کمک کند و پسرش در امتحان موفق شود به او $10,000 انعام خواهد داد. تا بدین ترتیب تری هم با تمرکز بالاتر به بابی کمک کند. روز بعد کلاس آنها شروع می شود. تمرکز بابی روی درس نیست و در بدل شروع می کند به پرسیدن سوالهای شخصی از تری. این که او مجرد است یا ازدواج کرده یا اینکه او دوست پسر دارد یا نه. تری در جواب می گوید که قبلا دوست پسر داشته و دیگر با هم نیستند. همان شب بیلی باز هم آنها را در یک رستوران میبرند تا برای اولین بار همخوابی با یک زن را تجربه کنند. با دختری که در رستوران کار میکند حرف میزند و او هم قبول میکند که با آنها همخوابی کند. بابی و دختر داخل ماشینی که نزدیک رستوران پارک شده است میروند، اما دقیقا همان زمان است که دوست پسر همان دختر که رئیس یک باند خلافکار موتورسوار هست وارد رستوران میشود. میبیند که دوست دخترش داخل نیست، متوجه میشود که او حتما با کسی دیگر هست. از افرادش میخواهد تا او را پیدا کند. در این شرایط بابی زیر ماشین قایم می شود. آنها در بدل جک را میگیرند و دختر میگوید که اون نیست. با استفاده از این فرصت بابی هم در حالی که اوریان هست فرار میکند. هنگامی که بابی به خانه باز میگردد میبیند که تری دارد آب بازی میکند. در حالی که تری اوریان هست بابی به جای قایم میشود و به اون نگاه میکند. تری به اتاقش میرود و بابی با دیدن این صحنه او را دنبال میکند و هنگام لباس پوشیدن او را باز هم دید میزند. روز بعد هنگام درس خواندن بابی خواب میبیند که تری را میبوسد، اما تری او را از خواب بیدار میکند و از او میخواهد که به درسهایش توجه کند. بعد از پایان درس بابی و جک میروند و دخترها را که در حال رقص هستند نگاه میکنند. روز بعد بابی در امتحان نمره خوب میگیرد و تری او را در یک رستوران دعوت میکنند. آنها مشغول صحبت است که سر و کله دوست پسر سابق تری نمایان میشود و از او میخواهد که دوباره به دوستیشان ادامه دهند. تری که از او بیزار هست از بابی میخواهد که او را از آنجا ببرد و هر دو از دست او فرار میکند. در انتهای همان روز بابی با دیدن دختر زیبای دیگر باز هم خیال بافی میکند و در تصوراتش میبیند که در حال بوسیدن آن دختر هست و در این زمان بوق ماشین سنگین بابی را از خیالات بیرون میکند. بابی باز هم به خانه باز میگردد و تری که در حال شنا هست را دید میزند، اما این بار تری متوجه میشود و با بابی گوشزد میکند که نادلانه نیست که کسی را پنهانی دید بزند. روز بعد تری در هیچ جای دیده نمیشود و بابی از مادرش سراغ او را میگیرد. مادرش میگوید که او را با یک مرد دیده است که بیرون رفت. ساعت بعد بابی میبیند که تری با دوست پسر سابقش آشتی کرده و این صحنه او را کمی ناراحت میکند. شب هنگام تری به دیدن دوست پسرش به خانهش می رفت. هنگامی که آنجا می رسد می بیند که دوست پسرش با یک زن دیگر خوابیده است. تری با دیدن این صحنه کاملا آشفته و ناامید می شود و با چشمان اشکبار آنجا را ترک می کند.
تری در حالی که ناراحت و غمگین نشسته، بابی به اون نزدیک می شود و در مورد دوست پسرش می پرسد. تری که حسابی احساساتی شده می گوید که آن مرد از آن دست آدم هاییست که به یک زن قانع نمی شود. همان شب هنگامی که تری بازی می کند، بابی بدون هیچ تراسی می آید و از نزدیک او را نگاه می کند. تری هم که تعجب کرده او را درون آب می کشد و با هم شنا می کنند. سپس به اتاق می روند و برای اولین بار بابی شب را در کنار کسی که عاشقش شده سپری می کند. فردا این شب پارتی مجلل به افتخار جشن تولد بابی برگزار می شود و تری که آمده رفتن به پارتی هست، پدر بابی از او می خواهد که بیستد و چند کلمه با هم حرف بزنند. در جریان صحبت پدر بابی که حسابی مست است از او می خواهد که یک شب را در کنار او بگذراند و هر قدر پول که بخواهد به او پرداخت خواهد کرد، اما تری که از این گونه آدم ها نفرت دارد پیشنهاد او را رد می کند. بعد از پارتی بابی می رود به دیدن تری و تری می گوید که او نگران بابی هست و حراس دارد بابی به خاطر این رابطه آسیب ببیند. بابی در جواب می گوید که او از آن تیپ آدم ها نیست که به زودی تسلیم روزگار شود. سپس آنها داخل اتاق می شوند. صبح زود بابی با اتاقش باز میگردد و وانمود میکند که شب را تا صبح درس خوانده و خسته همانجا خوابش برده است. پدرش به دیدن او میآید و میبیند که بابی روی میزش خوابیده است. پدر بیخبر از همانجا بعد از تمجید فراوان از او میخواهد که سر جای اصلیش بخوابد. ساعت بعد دوست پسر تری میآید و میخواهد تری را ببیند. بابی میگوید که او در اتاقش نیست و از او میخواهد که آنجا را ترک کند، اما او اصرار دارد که تری را ببیند. در انتها بابی با اسلحه او را از خانهاش بیرون میکند. بعد میبینیم که بابی در حال خواندن کتابی در مورد همخوابی هست که ناگهان بانی را میبیند و سعی میکند کتاب را از او پنهان کند. بانی با دیدن کتاب حسابی کنجکاو میشود و کتاب را از دست بابی میگیرد. روز بعد پدر و مادر بابی با مدت یک هفته به تعطیلات میروند و بابی هم خدمتکار خانه را مرخص میکند تا در خانه با تری کاملا تنها باشد. در این مدت آنها شاد و خندان از بودن در کنار هم لذت میبرند. هفته به پایان میرسد و پدر و مادر از تعطیلات برگشتند و همه با هم مشغول صرف شام هستند. فردا این شب بابی امتحان دارد و پدر برای بابی آرزوی موفقیت میکند. بعد از صرف شام بابی به اتاق تری میرود و میخواهد شب را با او بگذراند، اما تری نمیپذیرد و از او میخواهد که شب را خوب بخوابد تا برای امتحان فردا تمرکز کامل داشته باشد. هنگام خروج از اتاق تری آنها همدیگر را میبوسند. پدر بابی که دم پنجره ایستاده است به طور اتفاقی آنها را میبینند. فردا بابی برای امتحان میرود و تری نیز او را همراهی میکند. بابی با خوشحالی فریاد میزند که از 191 گرفته است. بعد آنها میروند کنار ساحل تا جشن بگیرند، اما تری میگوید که میخواهد به فرانسه به دیدن والدینش برود. بابی با شنیدن این خبر کاملا ناراحت میشود. هنگامی که آنها به خانه باز میگردد، پدر بابی میخواهد با او حرف بزند. پدرش میگوید که تری $10,000 بابت موفقیت او در امتحانات انعام میگیرد. این خبر کاملا باعث خشم بابی میشود و فکر میکند تری از او سوء استفاده کرده و به همین دلیل با تری بحث میکند. تری با عصبانیت پاسیلی به صورت بابی میزند. او با عصبانیت آنجا را ترک میکند و در راه تصادف میکند. البته این تصادف جدی نیست و او کاملا حالش خوب هست. شب هنگام بابی به دیدن بانی میرود و او به نوع خواستگاری میکند. بانی میگوید که آنها فقط دوست هستند و بابی بدون توجه به این حرف او را میبوسد. فردا شب میبینیم که تری در حال رفتن هست. از هم عذرخواهی میکنند. بابی میگوید که میخواهم فراموشت کنم و تری میگوید که تو این کار را نخواهی کرد و فیلم با بوسه گرم و عاشقانه آنها به پایان میرسد. فیلم معلم خصوصی و مای تیودر در سال 1983 با کارگردانی جورج براوز در ژانر کمدی و عاشقانه ساخته شده است. ممنون و سپاسگزارم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. خوشحال خواهیم شد که نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید. ممنون از نگاه گرم شما. خدا نگهدار.